از خط خبرها. کاهش تنش میان ایران و اروپا، دستاورد سفر نماینده اتحادیه اروپا به تهران. اروپا میگوید برای حل اختلافهای هسته‌ای مهلت تعیین نمی‌کند. دستگیری 4 عضو جنبش عربی آزادی بخش اهواز در دانمارک و هلند. اتهام آنها اقدام تروریستی در خاک ایران و جاسوسی برای عربستان. کاهش مرگ غیرنظامیان افغانستان در پاییز امسال. قربانیان ناشی از فعالیت‌های طالبان 27% و نیروهای دولتی 44% کاهش یافته. و هرج و مرج در انتخابات مقدماتی دموکرات‌های آمریکا. رقیب دونالد ترامپ در انتخابات پیش رو هنوز مشخص نیست. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری در تلویزیون فارسی بی بی سی. من رنا رحیم‌پور هستم. اتحادیه اروپا گفته برای حل و فصل اختلافات در توافق هسته‌ای با ایران مهلت تعیین نمی‌کند. جوزف بورل، مسئول هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا که دیروز به تهران سفر کرده بود، گفته اگر مهلت تعیین شود، در صورت نرسیدن به توافق، اتحادیه اروپا مجبور می‌شود به شورای امنیت شکایت کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان ایران را به نقض برجام متهم کردند و مکانیسم حل اختلاف توافق را فعال کردند. نقض برجام توسط ایران میتواند به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت منجر شود. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم کیوان حسینی در استودیو به ما پیوسته. کیوان، یعنی چی که مهلت تعیین نمی‌کنند؟ اساساً مگر قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ در متن برجام زمانبندی تعیین شده برای مکانیزم حل اختلاف مبنی بر اینکه ابتدا به مدت 15 روز در سطح کارشناسی این اختلاف بررسی بشه، اگر به نتیجه نرسید تمدید بشه و بعد به سطح وزرا ارتقا داده بشه و اگر اونجا هم به نتیجه نرسید و بعد از یک تمدید 15 روزه طرفی که مدعی اختلاف هست این گزینه رو داره که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه که میشه هولوش 60-65 روز بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و مسئله بره به شورای امنیت و بازگشت تحریم‌های این شورا علیه جمهوری اسلامی ایران. این توضیحات آقای بورل اینجور به نظر میرسید که اروپا و این سه قدرت که این مکانیزم حل اختلاف رو فعال کردن خودشون رو ملزم نمی‌بینند که در چارچوب این 60 روز مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. واقعیت قضیه این هستش که در متن برجام برای این قضیه هم راه حل‌هایی در نظر گرفته شده و بعد از 60 روز اگر که این ماجرا ادامه پیدا بکنه یا نه کاملا یک تصمیم سیاسی هستش که به کسانی که گزینه رو انتخاب کردن و رفتن به حل اختلاف بستگی داره و به همین دلیل اگر که این سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا نخواند هیچ الزامی وجود نداره که برن به شورای امنیت سازمان ملل که به معنای عملا به معنای پایان برجام هم خواهد بود. خب پس الان چه اتفاق میفته؟ از یک طرف ایران تعهداتش رو به حداقل کاهش داده، اروپا هم راضی نیست از این اقدام ایران، اما الان میگه مهلتی هم تعیین نمیکنه. قرار چی بشه؟ اینطوری که به نظر میرسه این داره تبدیل میشه به یک شمشیر داموکلیس بالای سر ایران که مجبورش بکنه عقب نشینی بکنه سر اجرا نکردن بخشی از محدودیت‌هایی که در برجام براش در نظر گرفته شده. نکته کلیدی که الان وجود داره و اتفاقا در صحبت‌های دیروز آقای بورل هم بهش اشاره شد، تو بیانیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بهش اشاره شده، این هستش که ایران به هر حال از برجام خارج نشده و آقای بورل هم تاکید کرد که این به معنای حضور بازرس‌های آژانس بالای سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. درست است که ایران تعهدات خودش رو، البته این استفاده از این ادبیات هم آسون نیست به خاطر اینکه مقام‌های ایرانی هم به اشکال خیلی دیپلماتیکی در واقع این 5 قدم رو برداشتن تا به اینجا رسیدن. اونها میگن ما محدودیت‌هایی که برجام برای ما در نظر گرفته بود رو انجام نمیدیم به این دلیل که یکی از بخش‌های مهم برجام که مرتبط بود با مسئله تحریم‌ها و تعهدی بود که طرف مقابل انجام داده بود زیر پا گذاشته شده و اصرار دارن که در چارچوب برجام این حق برای اونها وجود داره که این محدودیت‌ها رو نادیده بگیرند. حالا اتحادیه اروپا در واقع سه قدرت اروپایی، اتحادیه اروپا داره اینجا حل میکنه مسئله رو به عنوان ناظر، شکایت کردند که این رو نقض برجام میدونن. دیروز ایران یک نامه 14 صفحه‌ای به عنوان تشریح استدلال حقوقی خودشون به اتحادیه اروپا ارائه کرد. و
واقعیتش من تمام روز منتظر بودم که بخشی از این استدلال حقوقی و بخشی از این نامه منتشر بشه و فکر می‌کنم خیلی از ناظران هم می‌خواستن بدونن که دقیقاً ایران چه جوری داره استدلال می‌کنه که برجام رو نقض نکرده. متأسفانه جزئیاتش برای ما منتشر نشده. آقای بوریل هم زمانی که در حضور خبرنگاران داشت صحبت می‌کرد هنوز جزئیات رو نمی‌دونست. اون جزئیات مهم هست. به هر حال ما الان وارد ماه فوریه شدیم که قسمت دوم بررسی کارشناسی اختلاف در مکانیزم حل اختلاف داره انجام میشه و در همین ماه جلسه برگزار خواهد شد و در اون جلسه تصمیم گیری خواهد شد که آیا این استدلال کافی بوده یا نه. متشکرم کیمان حسینی. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در چین از مرز 20,000 نفر گذشت. بیش از 400 نفر هم جانشان را از دست دادند. در 23 کشور دیگر هم بیش از 150 نفر مبتلا شدند. یکی از مبتلایان در هنگ کنگ و دیگری در فیلیپین جان باخته. در ایران هنوز موردی گزارش نشده، اما بحث سر پروازها از ایران به چین بالا گرفته. وزیر راه میگوید که تصمیم گیری در این باره بر عهده وزارت بهداشت و وزارت خارجه است، در حالی که وزارت بهداشت به متوقف نشدن پروازها اعتراض کرده بود. یکی از این جواسیسی که قبلا دستگیر شده بود به نام آقای امیر رحیم‌پور که جاسوس سیا بود. سخنگوی قوه قضایی ایران از محکومیت سه جاسوس سرویس اطلاعاتی آمریکا خبر داده و گفته که حکم اعدام یکی از آنها تایید شده. به گفته غلامحسین اسماعیلی، امیر رحیم‌پور که به اعدام محکوم شده تلاش کرده بود بخشی از اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار سازمان سیا قرار دهد. سخنگوی قوه قضایی میگوید که دو نفر دیگر از محکومان هم که در قالب یک مؤسسه و بنیاد خیریه فعالیت می‌کردند به جرم جاسوسی به 10 سال حبس و به جرم اقدام علیه امنیت به 5 سال حبس محکوم شدند. امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو پس از حدود یک هفته بازداشت در ترکیه آزاد شد. این خواننده ایرانی سه‌شنبه هفته پیش بازداشت شده بود. پلیس ترکیه علت بازداشت او را نقض مقررات ویزا اعلام کرد، اما رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران گفته بود که بازداشت او با درخواست مراجع قضایی ایران انجام شده. جزئیات بیشتری از نحوه آزادی او منتشر نشده و معلوم نیست که آیا پرونده مرتبط با بازداشتش بسته شده یا نه. سخنگوی قوه قضایی ایران میگوید 5 نفر دیگر در ارتباط با پرونده روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بازداشت شدند. غلام حسین اسماعیلی گفته که برای این بازداشت شدگان هنوز کیفرخواست صادر نشده و افراد زیاد دیگری در این پرونده مطرحند. دیروز هم دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود که دادگاه روح الله زم هفته آینده برگزار میشود. سپاه پاسداران حدود 5 ماه پیش روح الله زم را در یک عملیات اطلاعاتی دستگیر کرد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در پیامی که در توییتر همسرش تغییر رحمانی منتشر کرده گفته مردم باید به مدنی ترین شیوه اعتراض و با تحریم انتخابات به سیاست‌های تنگ نظرانه و سرکوبگرانه پاسخ دهند. خانم محمدی همچنین گفته به حرمت خون کشته‌های اعتراضات آبان نباید رأی داد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در تازه ترین گزارشش گفته تلفات غیرنظامیان در سال 2019 میلادی کاهش داشته. به گفته این کمیسیون 71% حمله ها کار طالبان بوده و 14% حمله ها به دست نیروهای طرفدار دولت انجام شده. دولت افغانستان و طالبان هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند. روین رهنوش گزارش میدهد. بیشترین کاهش تلفات غیرنظامی در 3 ماه اخیر سال با گفته یک کمیسیون مستقل حقوق بشر، در ربع پایانی 2019 27% از تلفات از سوی طالبان و 44% از سوی دولت کاهش یافته. کاهش 38% در مقایسه با سال قبل از آن. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ می‌خواهد که با در نظر داشت عدالت و تضمین حمایت از حقوق شهروندی شهروندان کشور گفتگوهای میان افغانی را آغاز و هر چه زودتر آتش بس کامل را برقرار کنند. 3. از تمامی طرفهای جنگ خواسته می شود که هیچ گونه آسیبی به افراد ملکی وارد نکنند. گزارش کمیسیون حقوق بشر نشان می دهد که سال گذشته نزدیک به 3000 غیر نظامی کشته و حدود 8000 زخمی شدند. 450 کودک و 282 زن در میان کشته شده ها.
میزان تلفات کودکان اندک افزایش یافته. از زنان نزدیک به 24%. اما مجموع تلفات در سال 2019 24% کاهش یافته. در این گزارش 71% عامل تلفات طالبان، 5% داعش و 14% نیروهای طرفدار دولت گفته شده. در سال گذشته گفتگوهای آمریکا و طالبان هم گرمتر شد. گفتگوهایی که ظاهراً تأثیر قابل ملاحظه در کاهش خشونت داشته. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. و ما همطور که اشاره کردم، نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در پیامی گفته که به حرمت خون کشته‌های اعتراضات آبان نباید پای صندوق‌های رأی رفت. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر خانم محمدی به ما پیوسته. آقای رحمانی، استدلال خانم محمدی درباره فعالیت مدنی چیه؟ در شرایط فعلی چطور کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند میتونن فعالیت مدنی بکنن؟ ببینید، نرگس و خیلی مردم ایران در سه دوره گذشته انتخابات شرکت کردن به این نیتی که به اصطلاح بازی بر باشه و جامعه مدنی قوی بشه. آقای خامنه ای اهریمنی کرده و در حقیقت بازی تبدیل کرده به برد خودش و باخت اکثریت مردم، از نظر من همه مردم. در چنین شرایطی یه فعال مدنی و فعال حقوق بشر تا دعوتی که میدونه بکنه اینه که مردم با رفتار مدنی پای نرفتن رو صندوق رای و اینکه افراد زیادی مجاب کنه که نرن رو صندوق رای، این در حقیقت یک نوع پاسخ با آقای خامنه ایست و نظام. از نظر من یه نوع بازی باخت باخت، حالا که او همه رو بازنده واسه خودش هم ببازه، شاید ما وارد یک فاز فاجعه بارتری نشیم. ولی به عنوان فعال مدنی اون رای ندادن نرگس محمدی به عنوان کنش مدنی در مقابل کشتار آبان که هنوز اعلام نشده و دارن خونشونی میکنن، سرکوب در متنی هم که از نرگس هست مشخص، سرکوب جامعه مدنی، این تاکید شده به اینکه به شما به اصلاح طلبی نگفتید و راه اصلاحات رو به اصلاح سنگلاخ کرد و سد کردید و اینا همه بی‌اعتمادی ایجاد کرد. آقای رحمانی، اساسا فکر میکنید که حکومت چقدر الان براش مهمه میزان مشارکت؟ با توجه به شیوه رد صلاحیت های گسترده ای که میبینید، بسیاری از کرسی ها اصلا کرسی رقابتی محسوب نمیشه. کاملا درسته. ببینید، این بار پیام اینه که اگر اتفاق برای آقای خامنه ای افتاد، اون بالا اصلا کسی قر نزنه، یک دست یک دست باشه و پیامشون هم به غرب باید یه صدا باشه. با این سیاست اومدن، ولی یه روشایی هم دارن فامیل نگاه انتخابات. من در مجلس ششم درگیر انتخابات بودم، یعنی توی ستاد ملی مذهبی ها. ببین، انتخابات تو خیلی از شهرها و خیلی شهرهای بزرگ بیشتر فامیلی، اشلی و قبیلیه و تو شهرهای بزرگ هم افراد زیادی کاندید میکنن که اینا یه سری به خودشون میارن پای صندوق و یه درصدی از مشارکت مثلا ایجاد بشه. اینه به نظر من، حالا شما به عنوان یه پیام، مثلا اینا که آمار رو نگم، به عنوان پیام به حکومت باید خوانده بشه که شما بدعهدی کردید. بله، الان مسئله حکومت مسئله نیست که مشارکت بره بالا، ولی جامعه هم میتوانه اکثر عمل نشون بده در حدی که میتوانه. این الان این مقما در این شرایط هستید. ولی اصولا سوال من اینجاست که بعد از اعتراضات آبان و بعد از در واقع حوادثی که منجر به اعتراضات آبان شد، اساسا مجلس چه جایگاه قانونی داره در سازوکار سیاسی ایران و چقدر اهمیت داره مشارکت یا عدم مشارکت در این انتخابات؟ ببینید، مجلس، ما پارلمان که نداریم، نهادی به نام پارلمان، به خاطر اینکه ما حزب نداریم، جامعه مدنی قوی نداریم، ما موسم‌های پارلمانی داریم. مواقع جامعه زنده است، انتخابات یک وسیله است برای اینکه شما به صدا حرف خودتو بزنید. و این متاسفانه، کاش ما نهادی به نام پارلمان داشتیم، مثل کشورهای پیشرفته در هر شکل باید شما وارد نهاد پارلمان باشید. الان این موسم پارلمان هم با این فرضا از بین بردن، همون چی گفتیم کشتار آبان، اینکه مردم چقدر نقش دارن، ولی همه اینا خودشون
یه پیامی هم شما میتوانی به حکومت بدی. وقتی که شما یه بازی برد برد رفتی و اون باخت برش برای شما باخت آورده، برای خودش داره هم برد آورده، شما با یه کاری کنیم اون ببازه، یعنی با تلاشت بکنی. واقعیت اینطوری شما با یه رأی ندادن جمهوری اسلامی مستأصل کنی، مستأصل یک مثال یا تغییرش یا تحول و هر چیزش مستلزم یه حرکاتی هست و یک سری مثلا با یک رأی دادن یا ندادن زمین با آسمان نمیرسه، ولی پیام های منتقل میشه و توازن قوا مثلا یه مقدار تغییر پیدا میکنه. الان توازن قوا در ظاهر به نفع خامنه‌ای و سپاه، علی که در نهایت به نفع هیچ کس نیست، ولی الان به نفع اونا. باید این توازن قوا رو با جامعه، احزاب سیاسی، حتی اصلاح طلبانی که الان شدن چرخ پنجم گاری بفهمن و توازن قوا رو به هم نزنن، این هیچ چیزی به گیر مردم نخواهد اومد. اینجاست که باید تلاش کرد، هر کس به جایی که میتواند به نظر من افراد یه مجاب کنه که پای صندوق رای نرن، 100% این تاثیر خواهد گذاشت، حتی جلوی فاجعه لاغل کمی خواهد گرفت. متشکرم. تقی رحمانی با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. اتحادیه اروپا گفته برای حل اختلاف‌ها با ایران بر سر توافق برجام مهلت تعیین نمی‌کند. دولت‌های دانمارک و هلند 4 عضو گروه اهواز را به اتهام جاسوسی برای عربستان و اقدام تروریستی در ایران دستگیر کردند. در ادامه این برنامه، تأخیر در اعلام نماینده دموکرات‌ها به دلیل اشکالات فنی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا. اداره امنیت و اطلاعات دانمارک گفته که 3 عضو گروه جنبش عربی آزادی بخش اهواز را به اتهام جاسوسی برای عربستان بازداشت و تفهیم اتهام کرده. اتهام این 3 ایرانی جاسوسی از افراد و شرکت‌ها برای نهادهای امنیتی عربستان است. یک نفر دیگر هم در شهر دلفت در هلند و به اتهام طراحی یک یا چند مورد حمله مسلحانه در ایران و عضویت در یک گروه تروریستی بازداشت شده. رئیس اداره امنیت و اطلاعات دانمارک گفته که این پرونده بسیار پیچیده است و نشان می‌دهد که اختلاف بین عربستان و ایران به دانمارک هم کشیده شده. میشا زندی، مشاور فرهنگی و رسانه‌ای از کوپنهاگ دانمارک با ماست. خانم زندی، مقام‌های دانمارک توضیح بیشتری ندادند درباره این افرادی که بازداشت شدند؟ ببخشید زند هستم اما توضیح خیلی کم دادن، برای اینکه همینجور که خودتون گفتین مسئله خیلی پیچیده‌ای است و سرویس اطلاعات پلیس دانمارک خیلی اطلاع ندادن. چیزی که گفتن اینه که در مجموع همین اشخاص رو به متهم جاسوسی گرفتن، جاسوسی بین سال 2012 و 2018 برای عربستان سعودی. یک نفر از این 4 نفر از سرویس اطلاعاتی ایرانه و 3 نفر دیگه جزو گروهی هستن از ایرانیان که مقیم دانمارکن که در همین گروهی که شما الان فرمودید که مخففش میشه ASMLA که برای یعنی اسمشون هست جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز. و این یک گروهی هستن که الان یه حدودا فکر کنم 20 ساله که تو دانمارک هستن، گروه بسیار کوچیکی هستن که تا یکی 2 سال پیش هم هیچکی اصلا نمیشناختشون، تا همون سپتامبر 2018 که اون حمله تروریستی در اهواز اتفاق افتاد. یه حمله بود بر علیه یه رژه نظامی بود که 25 نفر هم کشته شدن و این گروه سریع رفتش گفتش به رسانه‌های دانمارکی که اینا این حمله رو یه جوری تشویق کردن که این خلاف قانون دانمارک، و از اونجای ماجرا شروع شد. گفته میشه که احتمالاً روز 3 شنبه دادگاه این افراد برگزار میشه. چنانچه محکوم شناخته بشن چه احکامی ممکنه براشون در نظر گرفته بشه؟ والا اینم هنوز معلوم نیست، چون که دادگاه به یه درهای بسته اتفاق میفته و الان دارن با یه بازجویی قانونی هستش تو دانمارک، الان اونو دارن میگذرونن. و همونطور گفتم پلیس خیلی کم اطلاع به ما داده و خیلی الان دارن صبر میکنن که این دادگاه تموم شه. متشکرم. میشازند با ما.
توییتر از یک نقص امنیتی خبر داده که ممکن است شماره تلفن کاربرانش را در معرض آشکار شدن قرار دهد. این شرکت گفته که افرادی از ایران، اسرائیل و مالزی توانستند به شماره تلفن‌های بعضی از سیاستمداران دست پیدا کنند. همچنین گفته شد احتمالاً این حمله کار کسانی است که برای دولت‌های مختلف کار می‌کردند. سخنگوی توییتر گفته که هنوز نتوانستند بفهمند که به چند حساب حمله شده. در جریان استیضاح دونالد ترامپ آخرین استدلال‌ها و نظرات ارائه شد. رأی‌گیری نهایی درباره برکناری رئیس جمهوری آمریکا به چهارشنبه موکول شده. مجلس سنا در دست جمهوری‌خواهان است و احتمال می‌رود که آقای ترامپ تبرئه شود. یکی از سناتورهای دموکرات هم گفته هیچ راهی برای برکناری رئیس جمهوری نمی‌بیند، اما خواستار تصویب لایحه‌ای در سنا شده تا آقای ترامپ را به خاطر سوء استفاده از قدرت محکوم کند. بزرگترین کارخانه ماشین‌سازی در کره جنوبی به علت شیوع ویروس جدید کرونا در چین خط تولیدش را متوقف کرده. هیوندایی گفته کارخانه‌هایی که در چین قطعات مورد نیاز را به کره می‌فرستادند به علت شیوع ویروس کرونا فعلا تعطیل شدند. 7 تا از 13 کارخانه اصلی هیوندایی در کره جنوبی قرار دارد. همچنین چند کارخانه اتومبیل‌سازی دیگر که قطعاتشان را از چین می‌خریدند، قسمتی از تولیدشان را فعلا متوقف کردند. رأی‌گیری درون حزبی در ایالت آیووا قرار بود به غیر از 2-3 نامزدی که بیشترین رأی را آوردند سبب کنارگیری دیگر نامزدهای حزب دموکرات برای ریاست جمهوری شود. اما در میان بهت و حیرت رسانه‌های آمریکا، مدیران حزب نتایج رأی 10,000 شرکت کننده را منتشر نکردند و گفتند به خاطر بعضی به هم ریختگی‌ها و مشکلات فنی نتایج را امروز اعلام می‌کنند. بهمن کلباسی از آیووا گزارش می‌دهد. انتخابات بدون نتیجه. پس از یک سال تبلیغات، چندین مناظره و میلیون‌ها دلار هزینه از سوی کاندیداهای دموکرات، خبری از نتایج آرا نیست. مسئولان این حزب در ایالت آیووا میگویند چند اشکال فنی و تفاوت در بعضی آراء حوزه‌ها سبب این وضعیت بی سابقه شده و آنها امیدوارند نتایج رأی 10,000 عضو حزب که در گرد همایی‌های حزبی با قوانین پیچیده آن شرکت کردند را تا پایان امروز سه‌شنبه اعلام کنند. گرد همایی‌هایی که هر 4 سال برگزار می‌شود و امسال برای شرکت کنندگان در آن به خاطر تعدد رقبا از سال‌های قبل هم پرچالش‌تر بود. به این صورت هستش که تمام کاندیداها برای خودشون جایگاه‌هایی دارن، هر گوشه یک کاندیدای طرفدار یک کاندیدای نشستن. برای مثال برنی این سمت و کاندیداهای دیگه، حالا شما می‌بینید تمام علامت‌هاشون هست. آقای بایدن اونجا درسته، خانم وارن اون پشت درسته و یه سری از افراد هم هستن که این سمت نشستن و اینا هنوز تصمیم نهاییشون رو نگرفتن که تا این لحظه هم نمیدونن به کی میخوان رای بدن. نه، اونا یه چند گزینه تو ذهنشون دارن ولی هنوز مجاب خودشون قانع نشدن که کدومو میخوان داشته باشن. حالا میان اینجا میشینن و نماینده کاندیداها میاد یه توضیحاتی میده برای همه مردم و میگن چرا کاندیدای ما از همه برتر هست. و در نهایت بعد از اینکه صحبتاشون رو کردن، افراد میان میشمارن کسایی که در این موقعیت ها نشستن، دستشون رو بالا میارن و میشمارنشون و اگر این تعداد افراد کمتر از 15% باشن به این صورت هستش که رأی اونا شمرده نمیشه. 15% کل جمعیت، یعنی یکی از کاندیدا کمتر از 15% داشته باشه. دقیقاً همینطوره. اونجا من میبینم اون کاندیدا تام، نمیدونم چی، تام استایر فکر میکنم، اونا به نظر میاد گروه کوچیکی هست. اگه تا آخر صحبت ها بود، تا آخری که همه افراد اومدن همه قد بمونن و کمتر از 15% شمرده نمیشه. بعد اونا دوباره یه گزینه دیگه دارن که فکر بکنن در مورد کاندیدای شماره دومشون که تو ذهنشون داشتن و برن انتخاب بکنن، ببینن که اونی که بیشترین افراد تمایل دارن و گزینه بعدیشون بوده، برن به اونها جوین بشن. فرصتی برای ایجاد گفتگو میان هواداران کاندیداها حتی وقتی یکی دو نسل میانشان اختلاف سن وجود دارد. اتفاقی که داره اینجا میفته این است که نماینده یکی از کاندیداها آمده و به گروهی که به کمتر از 15% رای دهنده اینجا داره سعی میکنه قانعشون کنه که بیان بپیوندن به گروهی که نزدیک 15% و جلوی اینکه اونها رأیشون بی اثر بشه رو بگیره. در نتیجه در کل این پروسه صحنه‌ای مثل این همش در حال تکراره که طرفدارای یک کاندیدا سعی میکنن طرفدارای کاندیدای دیگر رو قانع کنن که بهشون بپیوندن. آنهایی که قانع نشدند اما رسانه‌های آمریکا و اعضای کارزارهای انتخاباتی کاندیداهای اصلی بودند که به شدت
از اعلام نشدن بیدرنگ نتایج آرا و سردرگمی ناشی از آن ناراضی‌اند. 4 کاندیدای پیشتاز اما تصمیم گرفتند منتظر نمانند و هر کدام سخنرانی‌های پیروزمندانه ارائه دادند و بر رأی‌گیری بعدی که هفته دیگر در ایالت نیو همشایر برگزار می‌شود تمرکز کردند. شبی عجیب در تاریخ سیاسی آمریکا که اعتبار شاخه حزب دموکرات در ایالت آیووا و روش گردهمایی‌های حزبی برای رأی‌گیری را زیر سوال برد. و البته تکلیف برنده و بازندگان آن هم هنوز در ابهام است. بهمن کلبسی، بی بی سی، آیووا. دیدار رئیس شورای حاکم بر سودان با نخست وزیر اسرائیل خشم فلسطینیان را برانگیخته. سازمان آزادی بخش فلسطین، جنبش‌های فتح و حماس و جهاد اسلامی دیدار میان ژنرال عبدالفتاح برهان با بنیامین نتانیاهو را که دیروز در اوگاندا انجام شد محکوم کردند و آن را خیانت به آرمان فلسطینیان خواندند. این اولین بار است که رهبر کشوری عربی که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد با رئیس دولت اسرائیل دیدار می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرهمند. نتانیاهو به اوگاندا رفته بود تا هم پرواز مستقیم میان این کشور و اسرائیل برقرار کند، هم گشایش سفارتخانه اوگاندا را در بیت المقدس تدارک ببیند. اسرائیل داره به آفریقا برمیگرده، آفریقا هم داره برمیگرده به اسرائیل، حسابی هم برمیگرده. اما خبر مهمتر نه در جمع خبرنگاران که در توییتر اعلام شد. خبری تاریخی، دیدار با رئیس شورای حاکم بر سودان که به قول نتانیاهو حاکی از آن است که سودان راهی درست و سازنده در پیش گرفته. واکنش به این خبر خشم بود و ریشخند. سفر ژنرال عبدالفتاح برهان به اوگاندا اعلام نشده بود. گویا او تنها برای دیدار با نتانیاهو به این کشور رفت. خودش تاکنون سکوت کرده. مسئولان سودانی هم رسما ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، هرچند به صورت غیر رسمی خبر را تایید کرده و حتی برخی گفتند واسطه این دیدار اماراتی‌ها بودند. عبدالفتاح برهان پس از تماس تلفنی با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بود که به دیدار نتانیاهو شتافت. در این تماس تلفنی از او برای سفر به واشنگتن هم دعوت شد. این یعنی همان که دولت سودان می‌خواهد، خروج از انزوا و بیرون آمدن از زیر بار تحریم. نخستین دستاورد عملی هم که گفته می شود فعلا اسرائیلی ها از این دیدار کسب کرده اند، اجازه پرواز به هواپیماهای اسرائیلی از آسمان سودان است که راه آمریکای جنوبی را برایشان کوتاه می کند. مهرداد فرهمند، بی بی سی. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.